کلاژن سازه، مال پوسته، پوست شاداب تر میکنه. کلروفیل که دیگه میشناسین شبتون. کلروفیل جدید بازم بسید. خوشحالم، من الان غنیم. براتون آموزشی چای ریختن میخوام بگم. اولا جوشو میذاریم جوش بیاد. من چون کم چای میخورم تای دیوانو میریزم. اینم از این. راستا من یه دستی نمیتونم خلو تونستیم باز کنم. حالا من چجوری بیام؟ بیا دیگه، نه اینجایی. چجوری بیام؟ از این بر نمیتونم. بگا اینجا رو تیر بزن. اینجا بال بود. دندون پرنده پاگوان. آه ببین سبزه باید برون من آبی هم برم. من سبزم یا آبی هم؟ سبزم من تو برو جا آبی بزن. با هم باید مساقه من چی رو باید بزنم؟ همون بایی رو بزن. نمیتونم تندش کنم. کم اسم مستعاره کراش این بیا کسی که بازی و چیز کرده. بیا کسی که سوالی داری. آربی؟ آربی کدومه؟ اسم من آربی رو بزن بپریم من اومد. این واقعا نامرده یه فوبیا اومد وسط بازی. بی رو بگیر. بی؟ آره بگر. اما زنبورا رو اینجا این تو زندانی کرد. الان تو کندو زنبوراییم و کل مپ راجع به زنبوره و زنبور بدم میاد. سلام، چطورین؟ بالاخره وقت رو تو ویدیو بیام بشم باهاتون صحبت کنم. دارم یه آپدیت بهتون بدم و الان که جمعه است ریست روتین دارم انجام میدم. خودم نیاز داشتم که برنامه ریزی بکنم و خب اومدیم بهم گفتین راجع به برنامه ریزیت و نحوه درس خوندن یه توضیح کوچولو بده. با اینکه لژندا میدونن، بچه‌ای که تو چنل من فعالن میدونن که من خیلی 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 ویدیو دادم راجع به این موضوع. ولی می نداره، بازم میشینیم حرف میزنیم. من خودم میخوام برنامه ریزی کنم. به شما میگم چیکار کنین. من راستش اصلا آدمی نیستم که بتونم با بقیه ارتباط بگیرم و بقیه این ضعف من که نمیتونم ارتباط بگیرم با آدم ها رو غرور یا مغرور بودن یا مثلا خودم رو دست بالا گرفتم میبینم. واقعا اینجوری نیست. من تو مدرسه چون میدونی یه جویه که همه با هم صمیمی ان، همه یکی دو سال هم میشناسن، رفیقن، رفیق قدیمی ان، حتی فامیلن و کاملا با هم اوکی ان و من اون وسط اینجوری ام که حتی اسمشون رو بلد نیستم. مثل یه عجیبی میده و من ترجیح میدم که ساکت باشم، تو خودم باشم و حرف نزنم باهاشون چون حرفی ندارم واسه زدن و حس خجالت و اون درونگرا بودنم یه عود میکنه. نمیتونم ارتباط بگیرم اونقدر. ممکنه
اینکه میخوام خودم رو دست بالا بگیرم در نظر میگیرم، واقعا من مسئول فکر اونا نیستم، پس نمیدونم چیزی بگم و نتونستم هنوز با کسی ارتباط بگیرم، چون یکی دو نفر هستن هم صحبت هم فقط صرفا ما هم صحبت میکنیم. الان فکر کنم 2 هفته گذشته از مدارس، درس شروع شده، پروژه داره شروع میشه، از این هفته کار عملیمون شروع میشه، باید بشینم اتود بزنم، کارا ببرم که تایید بشه و همه اینا خیلی قرار سرم شروع بشه. از طرفی هم من در مورد کنکور میخونم، از الان یه سال دیگه کنکور دارم و از الان میخوام شروع کنم که اون موقع فشار نیاد بهم که اذیت بشم. من دانشگاه ایران نمیخوام برم و قرار نیست برم، کنکورم فقط واسه این دارم میدم که اگه رتبه خوبی آوردم صرفا میخوام رتبه خوب تو کنکور اگه آوردم رزومه بشه برم، موزیک میذارم گوش میکنم، مینویسم کاری که انجام دادم بهتون نشون میدم، با هم حرف میزنم. به زمان کف شهر نبود پول با مسئولم عمله کرد، شاید میدونم اون کتابخونه تو سجاد داره، کتابخونه و کتاب فروشیه فکر کنم جای سجاد 17 اگه اشتباه نکنم بزرگه اون ته کوچه است داره، دیدم این به چش خودم خورد اون روز رفته بودم خرید اونجا. بعد یعنی اینجوریه که خیلی منظم میکنه، مثلا اینجا جمعه هاست، پنجشنبه ها، چهارشنبه ها، سه‌شنبه ها، همینجوری داره به ترتیب. میتونی تاریخ ها زنگ باداش اونجا هم کوچولو کارو بنویسی. این خیلی به من کمک کرد چون من از این ماه تقریبا هر روزم پر شده، یعنی اینجوری هم که مدرسه، امروز باشگاه، فردا مدرسه، امروز که لازم بود، بعد این همینجوری ادامه داره تا جمعه که جمعه دیگه من هیچ کاری ندارم که انجام بدم، خدا رو شکر. یعنی فکر کنم جمعه هم قراره پرشه مثل کنکور، اما فعلا من جمعه رو خالی دارم. هر روز هم اینجوریه که مثلا شنبه از مدرسه میام، خب بعد بری که لازم، یک شنبه از مدرسه میام میرم باشگاه، دو شنبه از کلاس زبان مدرسه میام کلاس زبان، سه شنبه از مدرسه میام باشگاه، همینجوری ادامه داره تا پنج شنبه دیگه جمعه هم خالیه و اینا رو نوشتم تو این همه رو که اینجوری کلاس زبان باشگاه، کلاس زبان باشگاه، کلاس زبان باشگاه. بعد جدا جدا تو اون روز اگه من تبلیغی داشته باشم بخوام بذارم، آپلود ویدئویی داشته باشم، رکورد ویدئویی داشته باشم، مینویسم. و کار مثلا خریدی، مثلا امروز بعد من برم پرینت بگیرم از بیرون، بعد یکم خرید واسه کلاس چاپمون انجام بدم، یا مثلا امروز طراحی باید بکنم، فردا من تبلیغ باید بذارم، بعد برم دوباره خرید، مثلا پس فردا باید برم غذا خوش بر گربه بگیرم، چیزای اینجوری من مینویسم. به طور کلی اینجا یه فیدبک داشته باشم که قراره این ماه چیکار کنم یا هفته آیندهم قراره چه کاری انجام میدم که استرس بهم وارد نشه. و جدا از این من واسه دوبارتون نوت گوشیم یه دفترچه که کنار دستم باشه مینویسم که اون روز مثلا تو مدرسه تایمی که خیلی بیکارم اون تو دفترچه مینویسم که کارو یادم بیاد، اینجوری یکی یکی مینویسم، اینو داشی اونو داشی اینم داشی، یا نه یا تو نوت گوشیم یا تو ریمایندرم، اینو خیلی کمک میکنه، مثلا گوشی که دستت باشه همش نگاه میکنی یادت میمونه. مینویسم کارهای واجبو مینویسم، ضروریو مینویسم، خریده ضروری، خریده واجب، خریدهایی که بکنم بهتره، اونایی که حالمو خوب میکنه، کاری که دوست دارم انجام بدم، کاری که اگه وقت شد انجام باید بدم، همه اینا رو مینویسم و یه چیز کلی میشه و مغزم آروم میشه و میدونم که قراره چی کار کنم. الان من تو این مینویسم، اینو بعد میذارم جلوی چشمم، هی نگاه میکنم تو طول هفته، تو طول روز، تو طول ماه چی کار قراره بکنم، چی کار قراره نیست انجام بدم. خیلی کمکم میکنه، من باید بشینم یه کوچولو اتود بزنم برای کار مدرسه‌م، تو گوشیم دنبال پرینتای چاپ بگردم ببینم کدوم رو باید پرینت بگیرم، کدوم رو نباید بگیرم، سه تحقیق دارم با اونام بنویسم که بعد برم پرینتشون رو بگیرم. اگه بازم از این مدل ویدیو خوشتون میاد حتما من تو کامنت بهم بگین، با لایک و کامنت و استاپ خیلی خیلی به من انرژی میدین. به مواظب خودتون باشین، امیدوارم روز، ماه، هفته و سال خوبی داشته باشین. ویدیو بعدی خدا نگهدار.